همراه هستیم با همکارم مرتضی کاظمیان از لندن. آقای کاظمیان خیلی خوش آمدید. آقای کاظمیان تحلیلتون چیه در مورد این بخش صحبت‌های آقای خامنه‌ای و رویکردش که از مسئولان هسته‌ای روبروی دوربین رسانه‌ها میگه که پاسخ یک نهاد بین‌المللی رو ندید؟ خب البته خامنه ای مثل همیشه یکی به میخ زد یکی به نعل، اما جوهر صحبت های امروزش دو محور به نظر من برجسته داشت. یکی اون تاکید مؤکدش بر این که ما با سلاح اتمی مخالفیم چون خلاف دین و اسلام هست و چون موجب کشتار جمعی است، و البته همینجا من اشاره کنم که تاکید کرد که خب به سلاح اتمی، سلاح شیمیایی، هر چیزی که موجب کشتار جمعی بشه به هر شکلی، و البته نگفت که این کشتاری که صورت گرفت در جریان سرکوب خونین جنبش سبز آبان 98، جنبش زن زندگی آزادی، این چه بود. اما به هر حال تلاش کرد که یک بار دیگه به طرفهای غربی، به آژانس و البته دولت‌های طرف منازعه پیغام بده که آمادگی داره برای یک نوع نرمش قهرمانانه جدید. و البته این که همزمان توصیه کرد و تاکید کرد که حوزه انرژی اتمی ایران پیوندش رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گفتگوهاش رو حفظ کنه و در چارچوب پادمان متحد باشه به مقررات و قوانین، اینها همه نشون داد که به خاطر یک شرایط اقتصادی و یک وضعیت بحرانی که قطعا خامنه ای از اون خبر داره، ولی البته در سخنرانی های عمومیش تلاش میکنه شرایط رو نرمال نشون بده، و البته به خاطر یک دست شدن بیش از پیش ساختار قدرت سیاسی در بعد از ریاست جمهوری رئیسی، طبیعتا فضا رو مهیا میبینه برای یک نرمش قهرمانانه جدید که اتفاقا در سخنرانی چندی پیشش هم دوباره اون رو تبیین کرد. گفتیم به معنای عقب نشینی از اصول نیستش، بلکه به معنای یک نوع انعطافه. و این صحبت ها مکمل شنیده هایی است که در رابطه با گفتگوهای پنهانی ایران و حتی دولت امریکا شنیده میشه. آقای کاظمیان اشاره کردید به این گفتگوهای پنهانی، چقدر این نوع رویکرد علی خامنه ای پاسخ خوب بوده براش؟ یعنی عملا غرب خیلی ها معتقدن که داره هی عقب نشینی میکنه در برابر جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی هم با این 1% افزایش غنی سازی داره امتیازاتش رو میگیره. چقدر موافقید با این تحلیل؟ به هر حال واقعیت اینه که جمهوری اسلامی هم ابزارهای خودش رو داره برای تحمیل امتیازات یا مطالبات خودش به طرفهای غربی، از جمله اون پروژه های اتمی زیرزمینی که پیگیر اون هست، فعالیت های موشکی که داره تعقیب میکنه، همون حوزه‌ای که حتی گره خورده با حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین که باعث براشفتگی دولت‌های غربی، حتی طرفهای اروپایی برجام شده. اما این وضعیتی نیست که طبیعتاً بتونه تضمین بده به طرف غربی برای اینکه وارد یک نوع معامله بشه به طور مشخص در حوزه انرژی اتمی، به ویژه که همواره محل مناقشه بوده اینکه فعالیت اتمی ایران آیا سوگیری نظامی داره یا نه، یک فعالیت صلح‌آمیز هستش. من همینجا اشاره کنم که یک سرمایه گذاری بسیار سنگین با هزینه‌های بسیار سنگین تحمیل شده به ایران که خامنه ای تاکید میکنه که این درون مایه صلح‌آمیز داره، در حالی که نشانه های متعددی خلاف اون وجود داره. و یک نکته هم اشاره کنم که جالب، خامنه ای امروز در صحبتاش خیلی تاکید کرد که انرژی اتمی کلید توسعه در ایرانه، در حالی که این فعالیت های اتمی توسعه در ایران رو اساسا نابود کرده، و نه فقط توسعه اقتصادی و رشد نیاورده، بلکه نابود کرده زیر ساخت های ما رو به خاطر این قطع ارتباطی با طرف خارجی. اما در مجموع جمع بندی کنم، تلاش میکنه خامنه ای همچنان با استفاده از فعالیت‌های زیرزمینی و البته باجدهی تا جای ممکن به طرف غربی به یک مصالحه برسه که از یک طرف به تعبیر او زیرساخت‌ها محفوظ بماند و از طرف دیگه از منافع اقتصادی ناشی از این توافق بهره‌مند بشه حکومت اقتدارگرا. سپاس از شما مرتضی کاظمیان.